در شبکه نسیم اینجا اسمشون چیه؟ امیر حسین. امیر حسین وقتی که چراغ روشن شد گفتیم فنا میکنه اینجا شد. خیلی خب باشه بشه، من معذرت میخوام، هیچ کاری ندارم. خیلی بامزه بود، ولی خیلی خوب خودتو جمع کردی و ارائه دادی، آفری، عالی گفتی جملتو. بعد یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد این بودش که این دفعه همه با هم دیگه، اول حال شما چطوره؟ خیلی مخلصم. اتفاقی افتاد این بودش که ما هر دفعه میگیم به نام خدا سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خندبان است. این دفعه این اتفاق افتاد که هر کسی اسم خودش رو گفت. یعنی خیلی جالب بود. یه بار دیگه بگین اسمتون رو. 1 2 3 به نام خدا سلام. نه نه نه، به نام خدا سلام، اسمتون رو بگین. 1 2 3 به نام خدا سلام. وای، اصلا معلوم نیست که داره چی میگه. خیلی باحال بود. یه بار خیلی، یه بار دیگه بگی خیلی. خواهش میکنم یه بار دیگه بگی بشنم. 1 از اولا. 1 2 3 به نام خدا سلام. اصلا معلوم نیست چیه. خدا شکرت. خب من دیگه خوبه، پلاب خوبه، رفتم خونه، کاری نداریم. همچنان 20 ثانیه‌ای بخندیم یا 25 ثانیه‌ای بخندیم؟ رای گیری میکنیم 25 ثانیه‌ای بخندیم آیا؟ بله. یا 20 ثانیه، فعلا 25 ثانیه رای بدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بله ما 32 نفریم با من، من که هماهنگم با شما با جمع، و پس 25 ثانیه‌ای می‌خندیم. شبی کشتی. سر 25 ثانیه حواست باشه. خب آماده این؟ 25 ثانیه. من برای این الان حساب نمی‌کنم، چون واقعا حواسم میره به ثانیه شمار، بعد از دست میدم خنده هامو. نفس عمیق. یک دو سه. های سنیا دیگه. متشکرم متشکرم متشکرم. معجزه میکنه خندیدن، معجزه میکنه. بخندین، هر نخندیدنی ظلم به خودتون. این تمرین خندیدنه، پس ما باید بخندیم و لطف بکنید شما هم همکاری بکنید. به خودتون محبت میکنید، به خودتون محبت میکنید. چرا؟ نیما جان؟ نیما جان چرا؟ نیما نیستم. چی؟ نیما نیستم. کی هستی؟ کی هستی؟ رامبد. رامبو بودی؟ رامبو بودم، بعد شدم رامبو. آه رامبو بودی، شدی رامبو. خیلی خب الان چی میخوای از ما؟ مریض، مریضم. مریضی؟ خب چرا میای تو جمع؟ آدم مریضه یه جبه میره یه ور استراحت میکنه. آمپول زدم دوتا. خب برو یه جبه استراحت کن. باش. برنامه تو اجرا کن. خیلی حالم بده. ببخشی من. نه اینجا نه. حالم بده. نه واقعا اینجا نه. یکم بخوابم. نه 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 اینجا نه. خوب شوالا. ازت خواهش میکنم. تو. اینجا برنامه است، تماشا چی؟ چرا تو باید بیای وسط گل قالی بخوابی؟ برو. برو استراحت کن اینجا. ها؟ اونور بخوابم. هر جا دوست داری. دوست دارم پیش بچه‌ها باشم. آخه میدونم آدم وقتی مریض میشه دلش میخواد معاشرت هم بکنه. غیر از شما کسی رو ندارم. میدونم. کجا بخوابم؟
یه دوستی پیامک داده بود، گفته بود مراقبت کنین از این، پولشو بدین، این غیر از شما کسی رو نداره. آفرین. انقدر گفتی همه باور کردن. خب آخه یه چیزی بگی جلوی دهنت دیگه. ها میکنی میکروبشو به من. کجا بخوابم؟ چی؟ کجا بخوابم؟ هر جا دوست داری. بی جنبه است. کفشاتو لازم نیست در بیاری؟ یه ذره پات استراحت کنی؟ حال بد. وای چیه این مریضی؟ آخش. من نگاه کن. نمیخوام. من نگاه کن. سر به سرم نظر حالم بده. مریض میشه. میری مریض میشه. برو ولم کن. من نگاه کن. بگو. تو داری جلب توجه زیادی میکنی. الان وسط گل قالی گرفتی خوابیدی. میبینم قشنگ اینجا دیگه. میبینم قشنگ خوب. آخه بچه ها ببخشید. با پاهم دراز میکنم. آره یه دونه. یه دونه. سه تا باید میخوره. پول نمیدی؟ یک عالم هزینه درمونم رفته بود بالا. کلی رو زدم. ها؟ کلی رو زدم. به کی؟ به دکتر رو اینا گفتم حالا بعدم میام و خیلی حالم بده و کسی رو نداره بود. کسی رو نداری؟ خوبه که منو داری دیگه. پول نمیدی که چه فایده؟ خیلی کار زشتی. خیلی کار زشتی. میدونم. داچارم. چرا؟ که منم مریض شم؟ آها که دعوا درمون و اینات بیفته با هم دیگه بریم. مجبور میشی دیگه. چش من مجبور میشی بری منم ببری. آخه چش من شما رو میبرم دکتر، داروات برات میگیرم، ازت پرستاری میکنم حالت بهتر شه. نور رو کمتر میکنی که؟ یا نه؟ نه هیچ بهش. آخش بچه ها ببخشید بذاره بخواب من. آخه خوب ولی واقعا تو چرا باید بیای وسط این استودیو استراحت کنی؟ آخش جلب توجه لازم داری نه؟ چی؟ جلب توجه لازم داری؟ بله. تو خیلی ماهی، تو خیلی آقای خوبی هستی، تو خیلی شوخی بسته. سکوت میخوام. مرسی. شبیه اون پدره بود برای بچهش لالایی میخوند، گفت میشه دقیقه نخوی یه چرت بزنم من. اینم حالا من وسط این که دارم محبت میکنم بهش. خیلی خب. بچه باشه بذاریم استراحت کنیم، بعد من میتونم چیکار کنم. الان دیگه کاری نداریم و ببینم شما وقتی که سرما میخورین، من عاشق اینم سرما بخورم بیفتم یه ور ازم پذیرایی بکنم. شما این حسو دارین؟ بله. سرماخوردگی البته نه در حدی که آدم جیگرش بیاد بیرون، در حدی که مثلا فکر کن یه زکامی بشه. بد اخلاق میشی؟ بد اخلاق میشی؟ تو بد اخلاق میشی؟ ها؟ کمپوت باشه. کمپوت میخوای؟ آره. تیکه بعدی رو ببینیم. ببینیم. لبخند یه آدم مریض. لبخند یه ورزشکار. لبخند علیرضا. هر دو با هم. لبخند بابای علیرضا. لبخند مامان علیرضا. اینجوری بخندیدی آمانا؟ هر دو با هم. با هم. مادر علیرضا وقتی که علیرضا خیلی عصبانیش کرده. اصلا نمیخندیدم. حالا وقتی که علیرضا یه کار خوب کرده. لبخند علیرضا اول سال تحصیلی.
لبخند علیرضا اول تابستون. خب لبخند پایانی. شما اینجا فروشنده ای؟ بله. فقط لبخند بزن، چیزی نگو. لبخنده فروشنده، لبخنده یک مشتری، چقدر فرق کرد واقعا. لبخند رئیس، لبخند کارمند، اینه اینجوریه؟ کارمند پیش رئیسش اینطوریه دیگه. آه. لبخند صابخونه، لبخند مستجه. الان لبخندهای تو خوبه دیگه، لبخندهای مردم فقط بد بود. آره؟ نه واسه من هم بد شد دیگه. وقتی میشینی خونه میبینی دیگه همجور ایراد میگیری، حالا نشون بده دیگه. انصافا سخته، ای کاش. آها، سخته. باید هی لبخند بزنی، بیای پشت دوربین لبخندتو ببینی، ایرادای لبخندت نسبت به اون شخصیت بگیری. جلو آینه هم میتونی این کار بکنی دیگه. آره دیگه، ولی من نمیستم شما یه روزی. چرا؟ ما بالاخره سراغ همه میریم یه روزی. آره. درسته. میخوام پیامک بخونم. میخوام پیامک بخونم دیدینگ دینگ. میخوام پیامک بخونم دیدینگ دینگ. خب خیلی پیامک زیاد فرستادید، خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکرم. واقعا فرصت نمیشه که همشو بخونم. خیلی هم معترض هستید بابت اینکه من پیامکاتون رو خیلیاتون رو نمیخونم، ببخشید. ولی به شکل رندوم و گاهی، رندوم چه معنی پیدا میکنه؟ تصادفی. به شکل تصادفی گاهی ممکن این اتفاق بیفته که شمایی که خیلی پیامک دادین و فرصت نشده که پیامکتون بخونم، یهو ممکنه یکیش بشه که ما بخونیم. لطفاً. صف 918-662 آخر 60 خانم سحر از سنندج گفتید خیلی 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 خیلی. بعد گفتین وای چه کیفی داره گفتن این واژه خیلی. کیف داره. آخیش انرژیم خالی شد، خدا رو شکر. انرژی تو خیلی زیاد بود ولی آره کیف میده، راست میگیم. یه بار دیگه بگیم خیلی. خیلی کیف داره، منم موافقم با تو. 0919-434 آخرش 95 فرمودید سلام علیکم. سلام. خسته نباشید آقای جوان، متشکرم. برنامه شما خیلی شاد و پر مخاطبه، من بیننده برنامه شما هستم. این خوبه که به فکر خنده درمانی هستید. برنامه خندوانه با برش‌های هندوانه، برنامه بهانه خندیدن بر مشکلات. باید خندید چه کوچک چه بزرگ، تا آسان شود تا آسان شود، تا خدای رحمان رو داریم شادیم. راست میگین، خیلی با تو موافقم. دم شما هم گرم، خیلی ممنون. 0936 463 آخر 35 فرمودید سلام. سلام. بعد فرمودید چندمین بار پیام میدم، نه میخونین نه دعوت میکنین، برای همینم دیگه نمیخندم. این جریمه تونه، تو رو خدا ما رو جریمه نکنی، خواهش میکنم ما رو جریمه نکنین، چش دعوتتون میکنیم. آقای مسعود خان 0936 460 آخر 35 لطفا دعوت کنید به برنامه، ما رو جریمه دارن میکنن. خب چی شد خندیدی؟ یه اتفاق این پشت افتاد. به امیرحسین چیکار کرد؟ امیرحسین چیکار کردی؟ تا من میرم طرفش یه جا میزنی. نه من معذرت میخوام. سلام. خیلی صف 912-727 آخرش 15 سلام. سلام. ممنونم از آقای ایران بوده جوان، خواهش میکنم. واقعا سخت خندوندن آدم ها تو این زمونه، اما شما یک ساعت ما رو از تمام مشکلاتمون دور میکنید و لبخند رو لبامون میارید. مامانم مریضه، هر روز با دیدن برنامه‌تون میخندن و ازتون متشکرم. مخلصیم. چه خوشحالم که مادرتون با اینکه مریضن ما رو نگاه میکنن میخندن. ما هم آرزو میکنم که زودتر خوب بشن. سخته تو این دور زمون آدم رو خندوندن؟
اونایی که فکر میکنن سخته تو این دور زمونه آدم ها رو بخندونیم دست بالا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 تو متوجه شدی من چی میگم؟ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 نفر از 32 نفر. نه من میگم سخت نیست. نه سخت نیست. هر چقدر صادقانه با آدم ها ارتباط برقرار کنی قطعا لبخند به لبشون میاد. من میگم سخت نیست. خب 0910 763 آخرش 18. سلام. سلام. میدونستید آقای حامد، نیما، کیکاووس، حکیم، یاسه نقطه خیلی باحالن؟ تو رو خدا بیشتر بیارینشون. ممنونم. امیدوارم هندوانه خندتون همیشه قرمز باشه. متشکرم. خوشحالم که نیست که بشنوه که سوء استفاده کنه. آخه این ورم داشته باش. 0937-287 آخرش 91. سلام. سلام. آقای رامبد، امروز تولدمه. به به، تولدتون مبارک. البته حتما گذشته از تولدتون. مبارک باشه. تا حالا که هرچی پیام دادم نخوندین، لطفاً اینو بخونین. چشم. در ضمن برنامه خندوانه فقط با اجرای شما دیدنی و جذابه. متشکرم. به اون آقای کیکاووس مهرداد سه نقطه بگید که رامبد جوان یه دونه است و کسی نمیتونه جاشو بگیره، ولی بعضی کارهای اون آقا جالب و بامزه است. متشکرم. خوب شدی؟ نه هنوز مریضم، ولی پر انرژی. راست میگی؟ شلوارمو تا اینجا دادم بالا چون سرده، کمرمو بگیره چون پهلومو اینا قشنگ. ببخشید. انرژیم رفت. بی نظیر برنامه اجرا میکنید آقای جوان، بی نظیر، پر از انرژی. و حرفاتونو گوش دادم، حتی حالم بده الان، ولی خیلی فشارم افتاد. زشته، همش اینجا دراز میکشی. چی کار کنم؟ من یک بار دراز کشتم، اونم میخواستم خون بدم. کفشمو از ایتالیا آوردم. 0912-233 آخرش 92. نه نه، معذرت میخوام. 0911-335 آخرش 92. سلام. سلام. من پدر حسن محمدی آرش هستم. به به، چه بامزه و باحال. خیلی مخلصیم. حسن محمدی یکی از عوامل اصلیمونه. سالهاست که برنامه به این زیبایی به مثل برنامه شما ندیدم. آرزوی سلامتی برای شما و همکارانتان را از خداوند خواست دارم. مخلصیم آقای محمدی، خیلی متشکریم از اینکه خوشتون اومده و دوستمون داریم. ما هم خیلی خوشحالیم. متشکرم. خب به نظرتون به کیا دو تا گوشی میخوام بدم؟ به کیا بدم؟ به کیا بدم؟ آها، یکی اون خانمی که گفتود خیلی 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 خیلی. خب یکی دو موافقین؟ نه یه نفر گفت موافقین. کسایی که موافقن به خیلی 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 جایزه بدم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. بله از 16 از 16 نفر بیشتر. خیلی خب دیگه تولد من. آها، چون مادرشون مریض بود بهشون جایزه بدیم. به مادرشون جایزه بدیم. خوشحالشون میکنیم. آخون وقتی از این به بعد دیگه همه پیامک میدن که ما مریضیم. فقط کسی که مریضن به ما پیامک میدن، یا هر پیامکی میاد طرف مریضه. نه نه، من برای مادر دوستمون که مریضن آرزو میکنم زودتر حالشون خوب بشه. دعا میکنیم که خیلی خیلی زود
خدا شفا بده. ولی نه اونی که تولدشون بود چی؟ حالا از فردا هم میگن تولد. بزنین یه دونه جدید بخونم. سلام بر شما. سلام. 0936512 آخرش 75. از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن. مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد. رویا ابراهیمی از سنندج. رای بدیم. او خیلی خوب. پس دومیش هم مبارک شما باشه خانم رویا ابراهیمی از سنندج. خیلی خوب. دیگه چیکار باید بکنیم؟ آها یه بار گفته بودم اینو بگیرین. یه بار دیگه هم میگم. لطفاً از آهنگ برنامه‌مون، ترانه برنامه‌مون که میگه لطفاً این رو بخونید همزمان باهاش. از خودتون فیلم بگیرین بفرستین تک تک دوتا دوتا در موقعیت‌های مختلف بفرستین. ما توی سیستم مونتاژ اینا رو مونتاژ می‌کنیم و به عنوان یک کلیپ بامزه پخشش می‌کنیم. این کار در همه جای جهان شده، مختص ما نیست، مختص الانم نیست، قبلا اتفاق زیاد افتاده. حال خوب و سرحال و قبراغ بودن و اصلا حال خوب و حال خوش چیزی که باید قدرشو بدونیم و وقتی که صاحبش میشیم باید یه کاری کنیم از دستش ندیم. لااقل خاطره خوشش رو باید نگه داریم پیش خودمون، فراموشش نباید بکنیم. دیدین بعضی هستن وارد یه جایی که میشن اصلا بدونی که بفهمی چه دلت میخواد لبخند بزنی بهش، حال خوب با خودش میاره تو. نه؟ اینجور آدم ها یه انرژی، یه حاله از انرژی دورشونه که خیلی هم مثبته، خیلی هم تأثیر گذاره. اصلا مهم نیست که کجا باشه. یعنی مثلا فکر کن که مثلا پیش بچه محله و خانوادش باشه این تأثیر رو میذاره، پیش نمیدونم مردم شهرش باشه این تأثیر رو میذاره، پیش مردم کشورش این تأثیر رو میذاره، پیش مردم یه کشور دیگه هم باشه این تأثیر میذاره، اصلا یه کشور دیگه با یه فرهنگ دیگه، یک شهر دیگه، یه جای دیگه، یه زبون دیگه، مهم نیست، این تأثیر میذاره. و ما باید حواسمون باشه ما چجوری باید برخورد بکنیم باشون، ما باید چی کار بکنیم. ما هم باید جواب این حال خوبی که برای ما ایجاد کردن رو بدیم. نباید حواسمون نباشه و خیلی راحت از کنارشون رد شیم بریم. نباید اینجوری بشه. حداقل و حد اکثر کاری که ازمون برمیاد اینه که جواب لبخندی رو که یک روزی یا یک جای یا همین لحظه روی لب و صورت ما نشوندن، حداقل و حد اکثر ترین کاری که میتونیم بکنیم که جواب لبخندشون رو با لبخند بدیم. هیجان دارم. با عشق. یک دوربین منو بگیره نمای نزدیک. با عشق و علاقه زیاد و هیجان زیاد دعوت میکنم از جناب آقای مهدی مهدوی کیا. سلام علیکم. پرسپولیسی هستیم. تموم نمیشه، یه چیزی از دیگه 30 ثانیه میریم. دیگه داشت تبدیل میشد بلد اینجوری داشت برنامه شاد بر. خیلی مخلصی، خیلی خوش اومدی. ممنون. در ابتدا سرواز کنم خدمت شما بازار محترم و بینندگان عزیز. در خدمت ماست. خدمت از ماست. حالتون چطوره؟ خوب، خدا رو شکر. همه چی خوب. خوب و خوشیم. همه چی خوب. من چقدر اجازه دارم با شما شوخی کنم؟ راحت باش. بگو اگه دوست، اگه دلت راحت باشه. راحت باشم. راحت باشم. باشه. عرض کنم خدمتتون چقدر در طول روز می‌خندین؟ بستگی داره. مثلا روزایی که خوششه چقدره؟ دقیق نمی‌دونم. مثلا و سوالم اینه که چه روزایی ممکنه زیاد باشه؟ شاید یکی دو دقیقه در روز، خیلی کمه. راست میگی؟ نه خوبه. خوبه. بستگی داره بالاخره چه اتفاقی بیفته. چی باشه زیاد میخندین؟
فکر می‌کنم یه روزای آدم حالش بهتر از روزای دیگه است دیگه. شاید این مقدار مشکلاتش کمتره، درگیری‌هاش کمتره و شاید یه اتفاق دور و برش بیاد بخنده یا یه فیلمی رو ببینه. جوک شنیدی که بخنده یادت مونده باشه؟ جوک دیگه الان این موبایلا دیگه نمیذاره آدم سرشو بچرخه. تونتون این جوکا میاد. تونتون میاد. بعضیاش هم خیلی خنده داره دیگه، مجبور کنه آدم. چیزی یادت مونده بهمون بگی؟ جوک گفتن. جوک گفتن چطور هستن؟ زیاد اهل جو گفتن نیستم، ولی همین فکر کنم دو سه روز پیش بود که با از ترکیه که با تیم ملی جوانان برمیگشتیم، همین که هواپیمای ما نشست تو فرودگاه، مربی ما آقای دوستی موبایلش روشن کرد، یه جوک براش اومده بود و به من نشون داد. فکر کنم دو سه دقیقه با هم خیلی خندیدیم، حسابی خندیدیم. خب چی بود بگم اینو؟ آره همین در رابطه با همین سحری و همین داستان ویدیو چک و اینا بود دیگه. آها خب آره، که طرف انقدر لقمه را نزدیک به ازون خورده که فرشته ها درخواست ویدیو چک کرده دارن. این جوکی چیزی شده، خیلی موفق بوده این چند وقته اینو زیاد شده. داستان والیبال که شده فکر میکنم ای آره دیگه دقیقا آره آره ویدیو چک و اینا فکر میکنم دیگه تحصیل انتخاب خوبی بوده. مردم هم خوشبختانه همه خوشزوق آمادن. آره آماده همچین چیزایی هستن. آره دست میکنم. بفرمایید که شما آشپزیتون چطوره؟ او افتضاح. افتضاح اصلا. در حد افتضاح میتونم بگم. یعنی اگه اینجا تنها بمونی میمیری از گشنگی. مردن که نه، ولی خب زیاد اهل آشپزی نیستم. حالا بچه بودم شاید با برادرم هادی بعضی موقع یه چیزایی درست میکردیم. تنها بودیم خونه، ولی دیگه همین در حد یه نیمرو که صبحونه بخورم همین. زیاد بلد نیستم. دوست دارم غذا بخورم ولی آشپزی بلد نیستم. سوالای فوتبالی بپرسین یا یه ذره سوالای همینجوری خورده ریز شخصی و اینا؟ ای همینجوری بده. مهدی مهدوی کیا اگر که بخواد یه آرزوی هست، اصلا یه اینجوری بذارت بگم، فکر کن الان چریه چراغ جادو پیدا کردی، دست کشیدی و قول چراغ جادو زد بیرون، بخوای دوتا آرزو بکنی، چی آرزو میکنی؟ محاله، ولی خب آدم آرزوشو باید بگه دیگه. آره؟ یکی اینکه دوست داشتم دوباره مادرم رو میدیدم که بزرگترین آرزومه. روحشون شاد بشه. بعدم خیلی ممنون. دوباره برمیگشتم به دوران بچگی. برمیگشتی به بچگی؟ مثلا 7-8 سال هم میشه. خیلی خوب. حفظ که دیگه نمیاد. آره. چی کار میکردی تو 7-8 سالگی؟ تعریف کن. چیکار می‌کردم؟ نه اینکه آرزو تا حالا ای که این این هست هیچ قبلا چیکار کردم؟ آره واقعا چیکار می‌کردی دوست داری برگردی به اون موقع؟ خب دوران خیلی خوبیه، شما هیچی از دنیای اطرافت نمی‌فهمی، هیچ مسئولیتی نداری، هیچ مسئولیتی نیست. من اعتقاد بهم دارم که آدم تا 20 سالگیشو خیلی دیر می‌فهمه که چه اتفاقی داره می‌افته. آره ولی 20 تا 30 که وحشتناک سری میره و 30 تا 40 هم که ما حالت یه تقریبا 3 4مشو رفتیم دیگه، یکم دیگه مونده، خیلی سری می‌گذره. ولی دوران کودکی دورانیه که شما همونچه که شما فرمودید مسئولیتی نیست، همه از شما دنبال کارهای خودتی دیگه، بیشتر بازیگوشی و زیاد چیزی نمیفهمی. خیلی دوران خوبی بوده واسه من 7-8 سالگی. در که مثلا درس هم داری یه خاطر از شیطنت در 7-8 سالگی؟ آتی سوزونده باشی؟ زیاد بچه شلوغی نبودم، ولی چون عاشق این توپ فوتبال بودیم و یعنی مدام دنبال بازی کردن بودیم، حتی وقتی دیگه از مدرسه که اومدیم تو کوچه بازی میکردیم دیگه باز خسته نمیشدیم، تو خونه هم میومدیم شب بازی توپ رو میزدیم به در دیوار. یادم یه بار با برادر کوچیکم هادی که ما بهش میگیم محمد، چون اسمش محمد هادیه، ما به اسم محمد میشناسیم، ولی وقتی وارد فوتبال شد شد هادی. بازی میکردیم، حالا جدا از اون بازی تو کوچه و اینا، اومدیم شروع کردیم تو خونه بازی کردن و خب اون طبقه پایینم دو تا اتاق داشت و وسطش تقریبا شیشه خیلی بلندی بود، مثلا 1.5 متری. همونطوری که بازی می‌کردیم و اینا زدیم شیشه رو شکوندیم. زدیم شیشه رو شکوندیم. کاری کی بود؟ خب نه من زدم یا هادی زد، یکیمون زدیم بالاخره دیگه. احتمالاً جفتتون گردن گرفتین یا جفتتون تنبیه شدی یا چیزی زدیم شیکوندیم و بعد یه برادرزاده داشتیم، اونم خیلی کوچیک بود، هنوز تشخیص نمی‌داد که بالاخره
ما فکر نمی‌کردیم بره یه خبری بده و اینا. ما سریع جمع و جور کردیم همه چیز رو، رفتیم یه شیشه بار تو محل رو دیدیم، اومد سریع شیشه رو عوض کرد و انداخت و بالاخره می‌دونستیم بابام پولا کجاست، پولی هم برداشتیم. و بعد شب ما با خیال راحت نشستیم، خب کسی هم سرش رو بالا نمی‌کرد اون بالا رو نگاه کنه دیگه، معمولا همه هم پایین. داشتیم شام می‌خوردیم اینا، یه دفعه این بعد از اون برگشت پدرم گفت که اما با زبون بچگیش، بابا میدونی اینو شیشه رو شکوندن؟ اولین جمله هم که اون بچه تو زندگیش گفته همین بوده، همونجا زبون باز کرد. خلاصه پدرم یه خورده ما رو نگاه کرد و گفت که جریان چی و اینا، بعد داشتم با دستش هم نشون داد گفت همین شیشه. قشنگ شیشه ها رو نگاه کرد، یه دونه شیشه کثیف، یه دونه تمیز نو یه. خلاصه ما اعتراف کردیم دیگه که این شیشه رو ما شکوندیم، اون پول برداشتیم. حالا اون شیشه بارم از ما پول خیلی گرفته بود، پدرم رفت فردا سراغش و نصفی از پول رو پس گرفت. ولی شیطنت ها اینجوری زیاد داشتیم دیگه، فقط همین در مورد رابطه با فوتبال و اینا بود. یه بارم یادم بود توی اون موقع مثلا راهرو خیلی کوچیکی توی خونمون بود، ما هر شب اونجا فوتبال بازی می‌کردیم و یه همسایه خیلی خوبی داشتیم، اون شبایی که ما بازی نمی‌کردیم فرداش میگفت چه خبر بود شب ساکت بودید بازی نمی‌کردید؟ نگران میشه. خیلی آدم خیلی خوب بود، خانم محمدی یادش بخیر. بعد یه شب من حالت مثلا دروازه واسه دادم، یکی از این پلا دروازه بود، شیجه زدم که توپو بگیرم، درست باشه خوردم توی پله و خون خیلی زیادی و همه فکر کردن چشمم آسیب دیده. یه خیلی شروع پلوغ شد، بعد اومدن نه ابروم شکسته و از این شیطنت هم زیاد داشتم. آسیب هم زیاد دیدیم، بله. تو حیات بازی میکردیم، تو خونه دیگه بعضی موقعی که خیلی دیگه شلوغ میکردیم دیگه با توپ نمیشد بازی کنی، این جورابامونو گوله میکردیم بازی میکردیم، سر صدا نکنیم. لازم همش در مورد فوتباله. آره شیطنت هم در مورد فوتبال. دختر به فوتبالیست میدی؟ سوال راستش رو بخواید نه. چرا؟ چون هیچ وقت نیست. آها همیشه تنهاست. آره دختر شوهر میدی ولی پیش خودت همش. دقیقا همش پیش خودمونه دیگه، چون خودم این دوران گذروندم خیلی سخته، مدام تو اردو مسافرت، هواشیش هم مدام. مگه فوتبالیست خوبی نباشه؟ من اینکه دیگه بره دنبالی نباشم بعد بره دیگه اردو و تمرینا رو بعد بره، اونا که بعد بره فوقش بازی نمیکنه. ولی کار خیلی سختیه. خیلی سخت. پس نمیدی دختر به فوتبالیست؟ پس ندیم. ها توصیه نمی کنم. نه دیگه آقا استادش اینجا نشسته نمیخواد. خب ما راجع به شما یه گپ و گفتی شده، اونو ببینیم و دوباره به گپمون ادامه بدیم. باشه؟ خواهش می‌کنم. شده مثلا مردم بیرون شما رو اشتباه بگیرن؟ نه نشده. نه بیشتر اردویم که بودیم با هم عموتا بودیم و تا اینکه ایشون رفتن آلمان و هر دو تامون بازیکن هندبال بودیم، یعنی در سطح مثلا ملی هم رسیده بودیم. بعد علاقه خودمون هم هر دو تامون تو هندبال بیشتر بود، مثلا یه جور بود که مربیای ورزش منطقه و استان دعوا بود سر اینکه ما رو راضی کنن که بریم برای فوتبال بازی کنیم. بعد ما خودمون ولی علاقه داشتیم تو هندبال بازی. تو شما سه نفر کدومتون خندونتر و اهل شوخی؟ من دیگه. آره؟ نه قبول داری؟ معلومه که قبول دارم. کل خاندان پرسپولیسی، یعنی یه استقلالی تو شما؟ یه دونه داریم. یه دونه؟ ولی زیاد جرأت نداری صحبت. آره که مگه میشه دیگه. آره هی میگه خب؟ حتی شما چی میگی؟ من میگم خب. اینقدر نگو خب. نه نمیگم. یه مصاحبه داشت میگه و اینقدر توی این مصاحبه خب که من همجوری سرمو میگرفتم. به سرم میگم الان دوباره نمیگه، دوباره میگم میگم باک، یعنی قشنگ نمیدونستم چی کار میخواستم. ازم برم تلویزیون میگم میگم بس دیگه خیلی داری میگی خب. حتما این نقطه خودش گوش کنه حتما میخنده. بعد یه روز همین ماه رمضان بود، شب تمرین بود، یه مقدار دیرمون شد، مهتی مدیش اومده دنبال من، فقط خونه ما بود. بعد مهتی گفتم، مهتی نشستیم تو ماشین گفتیم رسیدیم، میگه آقا تصادف کردیم. آقا من تا گفتم تصادف کردیم زدیم به یه ماشین، زدیم به یه ماشین واقعا تصادف کردیم. چون فکر کنم خدا نمیخواست با دروغ بگی. بهترین گلی که زده تو پرسپولیس گلی بوده که به استقلال زده. ای بابا
خوب خیلی خوب بودش. واقعا گل خوب بود. وسط زمین فرار کردش. پیرنشو کشیدن. نتونستن برن. زد تو گل دیگه. بهترین بازیتون با که هر دو با هم بودید و فکر کنم برد 3-0 پرسپولیس مقابل استقلال بود که همه یه گل زدم آقای مدوی که گل زد. کلا همه افتخاراتون علی استقلال دیگه. نه بهتر پاس شد. دوستای صمیمی همه چیزان همه استقلالی ان. نه ولی کلا خب دیگه توی فوتبال ایران آره داریم دیگه. آره دیگه استقلال و پرسپولیس ما هم که پرسپولیسی. خب خودشم دفاع کنم. با ارزش‌ترین گلی که زده به آمریکا زده بعد فکر کنم که بهترین گلش هم که زد به چین بود. خوشحال ترین زمانی که شاید خودم هم خیلی خوشحال بودم و شاید بعد از یه بغضی بود برای مهدی چون همیشه یه خوشحالی بزرگ من خودم فکر میکنم بعد از یه بغضی یه جایی که میگی خیلی سختی کشیدی ولی نتیجه ببینی روی اون من فکر میکنم بعد از اون برنامه 90 بودش که رفت صحبت کرد بعد بیاریش تو دوره بازیاش میگم اول بدترینش توی زمانی بود که هامبورگ بود دیگه اون مربی هم بازیش اومد شد مربی و خیلی اذیتش کرد ولی خب مهدی یعنی با تلاش و کوشش تونست جوابشو بده مهدی از همه چی میکنه همه چی؟ خب چه غذای بدش میاد پس؟ از هیچ غذای بدش میاد همه چی تیکه دیگه دیگه فقط و فقط یک ویژگی مهدی مهدوی که فقط اخلاق خوب آرامش فقط و فقط یک بدیش کمی اخمو خیلی دیگه صبوره بابا این دیگه وز شد که نه یه جوانی دیگه آه هرسه تو در میاد دیگه از بابا چیز خوبم که اگه زیاد باشه خیلی دیگه میشه از حد حوصله دارم خوشحالم که توی زندگیش موفق بوده تو دوران فوتبالش موفق بوده چون فکر کنم که هم آدم خوبی هم خوش اخلاقه و خوشحالم از اینکه باهاش همبازی بودم و دوست بودم هم من هم تمام خانواده‌ام به مهدی افتخار میکنیم و این خیلی خیلی احساس خوبی تک تک اعضای خانواده ما یه خانواده خیلی بزرگ هم هستیم و تک تک اعضای خانواده وقتی اسم مهدی میاد بالاخره اسمش میاد دیگه جاهای مختلف همه با افتخار قشنگ یه جوری به خودمون میبالیم که همچین برادری داریم یا حالا هر کدوم بچه‌های خواهرام بگن همه فامیل بگن که مثلا دایی داریم عمو داریم با اسم مهدی مدوکی و این خیلی خوشاینده و بهشم میگم من خیلی دوستش دارم چون بالاخره برادرها بودیم که با هم بزرگ شدیم سنمون کم بود نزدیک به هم بوده و خیلی سالها توی حالا سن پایین‌تر با هم زندگی کردیم و واقعا دوستش دارم یعنی حاضرم جونم براش بدم اینقدر که این خوبه دلم میخواد الان گفتگو رو کار نداشته باشم بپرسم که روزی که اصلا بازی ایران استرالیا برای همه ما یک اتفاق خیلی بزرگه و اصلا تبدیل شد به یک چیز الگو برای شادی اجتماعی شادی گروهی شادی جمعی اصلا انگار اولین بار بود هممون تجربه میکردیم که دست جمعی با این تعداد آدم هممون برای یک چیز انقدر خوشحالی کنیم من یه خاطره هم دارم با مزه است من وقتی که رفتیم تو خیابون خیلی اینو تو تعریف کردم نه آره تعریف کردم پس دیگه تعریف آره واسه تعریف رفتیم تو خیابون و خیلی اتفاقی با مزه شد که توی یه جمع خیلی زیادی بودن یه جوونی برگشت من تو رفت پایین وقتی برگشت بالا من قلمدوش این بودم خب قلمدوش بودم و شروع کردن همه رام بود دو زدر من گل زدم خب تو نمیدونی من کاملا احساس میکردم حالا همین الان از زمین اومدم بیرون شاد باشال اینو این خیلی تجربه غریبی برای هممون بود و اینو به من بگو که قبل از اصلا یه ذره راجع به اون بازی راجع به حست قبل از اینکه بریم تو زمین و اون سوتی که زده شد و اون سوتی که زده نمیشد و هممون داشتیم دق میکردیم سکته داشتیم میکردیم هممون تو به عنوان یکی از عناصر مهم اون بازی و کسی که اون لحظات رو از اول تا آخرش تجربه کردی یه ذره بگو واسمون از کنم خدمتتون که خب شما میدونید ما خیلی راه طولانی رو رفتیم تا رسیدیم به این بازی خیلی هم طولانیه تا استرالیا که وقتی راه طولانی مسیر پرواز که هیچی یعنی ما کلا یه سال خورده درگیر بودیم نه خوبه درد برنامه پرواز
خیلی خوب. پرواز استرالیا 18 ساعته. دقیقاً. ما بعد میافتیم. یعنی نزدیک 24 ساعت تو راهی تو. ما حالا خیلی مسیرامون جالبه. همیشه باید بریم دبی، از دبی بریم یه جای دیگه. مثلا ما قطر هم می‌خوام بریم، بعد بریم دبی از اون. بله بله. خداشو همه چی از دبی شروع میشه. آره. بعد یک سال خورده ای فکر میکنم از بازی مالدیف که شروع شد ما استارت کار رو زدیم تا رسیدیم به استرالیا. خیلی مسیر سختی هم بود، بازی های خیلی سنگینی هم انجام دادیم و حالا رسیدیم به این بازی و تهران هم ما بازی رو یکی کرده بودیم و دیگه تقریبا همه قطع امید کردن که دیگه این تمام دنیا هم نگاهش به این بازی بود، چون 31 تیم انتخاب شده دادم و مونده دادم تیم 32. و خب وقتی ما وارد استرالیا شدیم خب هموطنان اونجا خیلی حمایت میکردن، سر تمرین ها میمدن، ولی هیچ کس، اینو من به واقع و بگم که جزو یکی از اعضای تیم بودم، هیچ کس، کسایی که دورور ما میاد و مردم ما و حتی خود باور نمیکرد که ایران بره تو استرالیا و یه همچین نتیجه به دست بیاره و بره به جام جهانی. و وقتی که بازیش خودتون هم وضعیتو داشتین؟ خیلی وضعیت بگم خیلی، مثلا برای من که جوان 20 ساله بودم خیلی جو سنگینی بود، چون وقتی وارد ورزشگاهی شدی که تقریبا فکر کنم 80,000 تماشاچی، این ورزشگاه مخصوص ورزش خودشون بود و یه جو خیلی سنگینی درست کردن. حالا روز قبل مسابقه، روز مسابقه، وقتی وارد استادیوم شدیم و اون جو، خب ما خیلی بازی کرده بودیم تو استادیوم خودمون، 100,000 نفر بازی کرده بودیم، تجربه داشتیم، ولی این جو واقعا جو خیلی سنگینی بود. و وقتی که داور سوت بازی، حالا خیلی بعد از اون بهم گفتن که تو ایران همه گفتن چرا فیلم بازی تند شده؟ آره آره، همه فکر می‌کردن آره فیلم تند، ولی واقعا سرعت بازی بالا بود. یعنی اینقدر من فکر می‌کنم اگر ما مثلا آبزوده رو تو گل نداشتیم تو همون 5 دقیقه اول دوست گل خورده بودیم. واقعا یه همچین رویه تو تیم ما نبود و تیم حریف هم سراسر حمله فشار رو دروازه ما، از همون فکر می‌کنم ثانیه 5 6 یا تک به تک شدن دیگه، یعنی دیگه همه چی تکلیف ما معلوم بود. و بازی به اون سختی که دویچ هم عقب افتادیم و همه چیز به نفع استرالیا بود. یعنی فکر می‌کنم که هیچ کس یک درصد هم دیگه فکر نمی‌کرد ایران بتونه برگرده به این بازی، حتی بتونه یه گل بزنه. حالا بازی که مثلا ما کلاً شاید 5 بار رفتیم تو 18 قدم حریف، اصلا کورنر نداشتیم تو این بازی، نظر آمار فوتبالی آره. آمار واقعا خیلی بدیه آره. و شاید مثلا 4 بار رفته بودیم که یه دو بارش خود من رفتم، یه بار توپ پاس بام جدا شد، یه بار دروازه‌بان گرفت و... ولی باز اون آقایی که اومد تور رو دروازه رو پاره کرد، من فکر می‌کنم خیلی به ما کمک کرد، خیلی کمک کرد، چون درست تو لحظات این بود که ما گل دوم خورده بودیم، استرالیا داشت میومد که گل سوم بزنه، نظر رو شرایط روحی خیلی خوب بودن، تقریبا 8 دقیقه 9 دقیقه جو بازی رو خیلی آروم کرد، بازیکن‌های تیم حریف سرد شدن، ما یه مقدار بر خودمون بیشتر مسلط شدیم. و وقتی که ما دیدیم، خب من اون موقع نگاهم همیشه به بزرگترای تیم بود، وقتی می‌دید آبدزاده دو هیچ معقبیم داره دوباره اون پشتکای همیشگیشو میزنه، میخنده، اینا خیلی خودش روحیه بود. و بعد از اینکه ما گل اولو زدیم یه مقدار اون حس در ما اومد که بالاخره شاید بشه ما این بازی رو مساوی کنیم و اون آرزوی دیرینه ایرانیا بعد از 20 سال. و وقتی که اون خدا عزیزی تک به تک شد، من یادمه اون یه تغییر تاکتیکی دادیم، ما یه نفر اومد جلوی من، رفتم باز دفاع، برگشتم به اون پست همیشگی خودم که در تیم ملی بازی می‌کردم. وقتی خود عزیزی گل زد، شاید مثلا من نفر آخر بودم از نظر مسافتی تا اون، ولی اولین نفر پشت دروازه من دستم دور گردنش انداختم، اینقدر با سرعت اومده بودم تو اون دقایق بازی دیگه اصلا هیچی دست خودمون نبود دیگه. وقتی اون 8 دقیقه شروع شد، حالا من بعضی که اومدم ایران خیلی مثلا یک آقای رو من دیدم خیلی ناراحتم تو باشگاه پرسپولیس که دیدم پیرن مشکی بوشیده، گفتم چی شده؟ گفت آره تو 8 دقیقه مثلا پدر من سکته کرد، فوت کرد. نه بابا این موارد هم داشتیم دیگه، خیلی حساس خود من تو همین وضعیت و حالا ما که تو بازی بودیم شاید زیاد من رد می‌کردم سکته. شما وقتی شما وقتی خودت تو جو بازی شاید اون استرس رو احساس نمی‌کنی، ولی کسی که بیرونه شما چون تو جو بازی یه مسئله هم که حالا شاید خیلی بهش دقت نکردم تو این جریان بازی، تو اون 8 دقیقه وقت اضافه چون من اومده بودم دفاع راست، تقریبا دیگه دفاع شدم، یه توپ خیلی بلندی از سمت چپ زمین ما اومد و آقای عابدزاده پشت سر من داد زد که من توپو ول کردم که بیاد جمع کنه. بعد میونه را پشیمون شد وایساد و این فوروارد استرالیایی هم اومد خودشو پرتاب کرد. یعنی من یه لحظه گفتم دیگه تموم شد، توپو زد تو گل. تو صحنه فیلم ببینید، توپ از زیر پاش یه جورایی نرسید به تو، توپ از زیر پاش رد شد. یه همچین شانسی ما تو دقیقه 7 وقت اضافه آوردیم و یادم آقای استاد اسدی رو اضافه کردن تو تیم. خب خیلی شوخ‌طبع بود و اینا جلوی من
که من بهش گفتم استاد فقط بزن زیرش، میزد زیرش و یا علی میزد زیر توپ. استاد بزن، اومده بود که فقط بزنه زیر توپ که ما این 8 دقیقه رو تموم کنیم. آره خیلی هم کمک کرد، چون از نظر روحیم خیلی آدم شادی بود، خیلی کمک کرد. دیگه این 8 دقیقه گذشت، وقتی سوت پایان ازش شما اینقدر بچه‌ها مثلا آدم آقای علی دایی میره داور ماچ میکنه نمیدونم اصلا همه احساساتی شدن. حالا ما خودمون چون از ایران دور بودیم مثلا نمیدونیم تو ایران چه خبره، چون شبکه خبری اون موقع نبود. چون ما سه چهار روز بعد رسیدیم به ایران دیگه، تا اومدیم به سفرمون بیایم سنگاپور و دبی یه سه چهار روز بعدها مثلا تو تلویزیون دیدیم که چه اتفاقاتی تو ایران افتاده، همه ایران اومدن تو خیابون. من فیلم میدم یه آقای رفته رو پل هوایی دسته اسکناس رو در آورد همینطوری میریخ رو سر مردم. میدونی اون حالت مثلا تمام از خود بیخود شده بودن. خیلی خاطرات شیرینی تعریف میکنن. من فکر میکنم اگر از هر کسی بپرسید که بهترین خاطره مثلا فوتبالی، حالا اونایی که سنشون اجازه میده، که چی بود خوشحالی که واقعا خیلی غیر منتظره بود، همه اشاره میکنن به استرالیا که مثلا یه همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده تو ایران که اینقدر مردم خوشحال بشن. و من خیلی خوشحالم هر موقع هم که صحنه این بازی رو میبینم، گلی که خداداد عزیزی میزنه. از اون روزا از شما میگید آدم یه جایی لبخند رو لبش میاد، وقتی همیشه این صحنه مثلا این صحنه گل همیشه لبخند به لب آدم میاره. آره واقعا لحظه خیلی آره شیرینه. از یاد نمیره مردم. هنوز این همه سال گذشته مثلا 8 آذر که میشه همیشه میگن خاطره نمیدونم ایران استرالیا ملبورن چی شد. خیلی خاطره خوبی بود. حالا شما تو این برنامه فکر کنم به جای جالب اشاره کردید. خاطره خیلی خوب، هیچ وقت فراموش نمیکنم. هیچ وقت آره. یه بار تشویق کنیم تیمور رو برای یه همچین چیزی، نه؟ آره این خاطره رو تشویق کنیم. خیلی خاطره لذت دارم. خیلی ممنونم از تشویق طولانیتون. آره مسواک چه رنگی؟ الان فکر کنم سبزه. مطمئن نیست؟ بله سبز است. مطمئن نیست؟ سبز. یک دست سبز امکان نداره. نه دیگه این برسش که سفیده. یک خب دست نه خود بدنش، خود دستش. حالا جالبه من خیلی موضوع پرد نکنیم. نه 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 مهم موضوع پرد نمی‌کنم. همیشه دوست داشتم که یه مسواک سفت گیرم بیاد، یعنی بتونم همیشه این مسواک‌ها خیلی شلن این برساشون. یه دونه توی ایران خیلی خوبه، خیلی خوبه. من چندین سال همونو به هم پیشنهاد دادم. بخندید دستی ببینم چیکار کردی با دندونم. نه خیلی دندون خوبه. حتی آسیب دیدم ها. تو فوتبال دندونم شکسته. اوه. دندون جلوم شکسته. و هر از گاهی هم اذیت میکنه. بعد من عوضش کنیم. رو کشش رو عوض کنیم. ولی مسواک اهمیت خیلی بله. زیادی داره. بله بله بله. چه جالب. خب یه ذره مهربون‌تر با لثه‌ها چیز کن. نه اونجوری هم نیست که همه رو زخم کنه. بگو می‌خوام یکم باهات کمک کنم. سبزه ولی. سبزه. بله. زنگ نزنیم از خونتون بپرسیم. نه نه مطمئنم سبز. باشه ما به تو اعتماد می‌کنیم. چون دوستت داریم بهت اعتماد می‌کنیم. بچه‌ها میگن تا حالا به کسی لایی زدی که بعد چیزی مثل اینکه پشتش هست. آره؟ که خنده‌تون بگیره. حالا زشت داره کسی لایه بزنه بخنده. نه یه صحنه شاید یه مقدارم زرنگ بازی در آوردم، شاید یه بازی باشه که همتون از اون بازی هم خاطره خیلی خوبی دارید. تو جام ملت‌های 2004 اون بازی معروف ایران و کره که ما 4-3 بردیم. علی کریمی هم که حالا یادش بخیر اینجا از فوتبال هم خداحافظی کرده جدیدن، 3 تا گل زد. گل چهارم یعنی بازی 3-3 بود، گل چهارم ما. من از سمت راست حریف اومدم و دفاع اومد و من توپو از بین پاهاش رد کردم و حالا درستم من نزد، ولی خب من یه جوری خطا رو گرفتم و همون توپو انداختم رفت گل اونا. همیشه یاد این صحنه میافتم که ما اونجا یه کاری کردیم و بازی رو بردیم. خیلی بازی خوبی بود، از اون بازی خاطره انگیز که هیچ وقت فراموش نشه. شما از بازی خدافظی کردین، علی کریمی خدافظی کرد. هر دوتونم واقعا توی فوتبال مملکتمون، حالا فوتبال انقدر گسترده است معنیش توی زندگی همه ما. من داشتم گپ می‌زدیم قبل از اینکه بیام توی استودیو، داشتم گفتم ماجرا فقط فوتبال نیست، اینکه یه بازی باری کلا کی چقدر تکنیکش خوبه، کی چقدر موفق‌تره، اینه که آدم از دیدن آدم‌های موفقی مثل شما احساس امیدواری به زندگی می‌کنه. یعنی وقتی مهدی مهدوی کیا هست، وقتی خیلی از شماها، خیلیاتون
برای همه مملکت رو فکر میکنم همینه. وقتی هستین آدم احساس میکنه آخه خود زندگی چقدر، دنیا چقدر جای خوبیه، چقدر خوبه که من میتونم در دوره زندگی کنم که مهدی مهدوی کیام هست و میتونم احساس بکنم که ما چقدر آدمهای مهمی هستیم، چقدر مملکت مهمی هستیم، چقدر زندگی کردن خوبه، من چقدر میتونم موفق بشم، چقدر بلدم امیدوار باشم. یعنی میدونی یه معنی دیگه پیدا میکنه. اون وقتی خدافظی میکنین آدم احساس میکنه وای چی شد، نکنه دستم بره. و بعد باشین، یعنی ما هممون دلمون میخواد شما هر جوری که هست باشین، آدم ببینتتون، ازتون دوباره انرژی مثبت بگیره، دوباره احساس بکنه خدای زندگی چقدر جای قشنگی و چقدر خوبه. این خدافظی کردن، خدافظی کردنتون ما بگین اصلا، هم خودت هم آقای کریمی. اول اینکه تشکر کنم از این همه تعریف و تمجید که از ما کردیم. واقعا خیلی واقعیه، موافق نیستین؟ ما اگر خب بر تیم ملی مملکت بازی کردیم یا در تیم باشگاهی که بازی کردیم همیشه اون عشق و علاقه بوده و من فکر می‌کنم ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم، بخاطر یه وظیفه بر دوش ما بوده و اون وظیفه رو ما باید به نفع احسن انجام بدیم. حالا یه کسی به نفع احسن اینو انجام داده که یه مقدار تو کارش شاید قصور کرده، ولی مردم همیشه توی این چند سالی که ما بازی کردیم به ما لطف داشتن. من فکر می‌کنم ما لحظات خیلی بدی هم واسه مردمون به وجود آوردیم. اینجا باید بگیم مثلا بازی با بحرین هیچ وقت از یاد خودم پاک نمیشه، من فکر کنم مردمم فراموش نمی‌کنن. یا بازی با قطر، نمیدونم همون بازی ژاپنی که ما گل طلایی باختیم، اینا لحظات خیلی بدی بوده ولی ما تمام تلاشمون کردیم ولی لحظات بدم به وجود آوردیم. ولی مردم چه خوبه که همیشه به لحظات خوب فکر میکنن، مثلا به برد استرالیا فکر میکنن، به برد امریکا فکر میکنن، یا مثلا همیشه منو میبینن میگن آقا مثلا دو تا گل به چین زدی. اینا مردم ما خوبن که همیشه اون خاطرات خوبو به یاد میارن. ولی همیشه هم اعتقاد داشتم تو اون زمانی که بازی میکردم این فوتبال یه روز تموم میشه دیگه، چون نفرات جلوتر از ما بودن، بازیکنای بزرگ تاریخ مملکت، و ما میدیدیم به چشم که اینا دیگه پا به سن گذاشتن، فوتبالشون تموم شده دیگه، به اون صورت مردم نمیشناسنشون. میدونید این یه، من از خیلی سال پیش خودم آماده کرده بودم که یه روز قراره از این فوتبال بری بیرون و این دائمی نیست و سن ورزش کردن حرفه‌ای هم تا حالا ممکنه یه نفر دو سال بیشتر بازی کنه، یه نفر دو سال کمتر بازی کنه، ولی یه جایی به آخر میرسه. این بوده که من همیشه تو ذهن خودم این مسئله رو باش زیاد نجنگیدم، یعنی خیلی باش کنار اومدم، باش کنار اومده بودم. و وقتی هم که گفتم خداحافظی میکنم این فصل آخرمه به راحت، خیلی هم گفتن نه محال، ممکنه نمیشه دل کند، ولی ما خیلی ساده ازش گذشتیم و خیلی سخت بود چون تصمیم خیلی بزرگیه. شما فکر کن شما مثلا 20 سال همش تو هیجانی، هر روز رفتی تمرین، تو استادیوم بودی، بازی کردی، خیلی حس خیلی خوبیه. بله. مثلا جوره 100,000 نفر بازی کردی، 80,000 نفر بازی کردی، تو اروپا بازی کردی، این تصمیم خیلی سختیه. ولی وقتی خودتو آماده کنی، حالا من شاید این خاطره رو چند جا تعریف کردم، حالا نمیدونم اینجا بگم چی شده، این که انقدر من خودم آماده کرده بودم، این سالهای آخر بازیم بود، داشتم رانندگی میکردم، یه دونه از این ماشینای اینا سرویس های مدرسه ونا که بچه‌ها رو می‌برسه میاره، راننده تو منو دید شناخت و از اون هیجانات استرال رفته بود تو هنوز تو استرالیا اونا مثلا بگم بازی استرال داش شلو، خیلی سلام علیکم کرد تو ترافیک با من. بعد این بچه‌هام تو این تاکسی داشتن تو سر کله هم زد مرسه اومده بودن، خیلی داشتن شلو پلو می‌کردن. بعد راننده برگشت به اینا گفت که می‌دیدین این کیه؟ اصلا همه برگشتن توجه کردن به من و این فلانی اینجوری اینجوری، نه 30 ثانیه من اونجا نگاه کردم، بعد دوروشون کردم، بعد دور شروع کردم سر کله هم دیگه زدن، مثلا انگار رنگ رو زدن این. بعد آدم میشه خوش یه مقدار که میره جلو میاد که وقتی نسل عوض میشه دیگه کسی یادش نمیاد مثلا شما کجا بودی، چه بازیایی، حالا شاید یه مقدار رسانه ها قوی تر شده مثلا هر سال اینو به یاد مردم میاره، ولی دیگه اون شور و هیجان قبلی نیست. کسی که مثلا توی یه سنی بوده که مثلا بازی استرالیا و امریکا رو دیده، دیگه الان یه بچه مثلا 7-8 ساله دیگه اصلا یادش نمیاد. اینکه از اونجا خودم آماده کردم که این نسل بعد دیگه ما رو نمیشناسه و ما باید زندگی عادی خودمون رو بکنیم. و اینکه شما اینجوری اینو میگین و اینجوری نگاه میکنین به نظر من قابل تحسینه واقعا. یعنی اینقدر تو خودت رو از اون فضا دور میکنی و اینقدر عادی میکنی، این به نظرم خیلی قابل تحسینه. ولی واقعا من به عنوان یه مخاطب شما معتقدم که همونجور که قهرمانهای قبل از شما از خاطر نمیرن و نرفتن و نخواهند رفت، شما هم ثبت شدین
شما در ذهن تاریخی و عاطفی این مملکت ثبت شدی. شوخی هم نداره داداش، تموم شد رفت. حالا هی بگو من عادی هم، من آماده کردم. آماده کار خودتو، دمت گرم که اینقدر راحت این کار کردی. واقعا آفرین به شما، واقعا تشویق داره. ولی میخوام بگم که باشه اون بچه ها تو اون لحظه ممکنه چیزی ندونن، ولی قطعا دو سال دیگه وقتی که مخاطب جدی فوتبال بشن، وقتی که اسم مهدوی کیا، بازی های مهدوی کیا، الان هم اینقدر رسانه به قول تو قوی شده که تمام این فیلم ها وجود داره، وقتی نگاه بکنی یهو میگه اون مهدی مهدوی کیا بود، اینجوری میشه. شک نکن، شک نکن، واقعا همینطوره. برای تو نسبت به کدوم فوتبالیستا در طول زندگی اینجور دوازت بند اومده؟ میدونی من از بچگی طرفدار تیم پرسپولیس بودم. خب چون خانواده ما همه پرسپولیسی بودن، ما هم خب تحت تاثیر خانواده از همون بچگی که فوتبال شناختیم. یادم من اولین باری که فوتبال به صورت جدی یادم میاد که نگاه کردم، یه جام جهانی 1986 بوده که من تقریبا فکر کنم 7 سالم 8 سالم بوده، بازی برزیل و فرانسه رو نگاه کردم، بازی که همه از یکی از بهترین بازی‌های تاریخ جام جهانی ازش یاد می‌کنن، و وقتی که اسطوره مسابقات مارادونا دیگه همه جا یادم ما یه شلوار جینی اومده بود، اون موقع ما بچه بودیم، مارادونا نمیدونم شما پوشیدید. آره یادم میاد بابا را زور می‌کردیم که ما فقط می‌خوام شلوار مارادونا رو بپوشیم، اینقدر تاثیر میذاره تو ذهن بچه‌ها. و همیشه یه چیز بوده دیگه، یعنی که من یه بازیکن بزرگی رو مثلا از نزدیک ببینم، یا تیم پرسپولیس مثلا اون زمان نگاه می‌کردم، خب تیم ملی مثلا عابدزاده رو مثلا ما در آزان تیم، من یادم برادرم یه رفاقتی باش داشت و یه بار یکی از عکساشو امضا کرد به برادر ما و این آورده بود توی یکی از کشوها هم گذاشته و قایم کرده. وقتی ما یه بچه مثلا 9-10 ساله که عاشق فوتباله، همش دنبال این چیز هست، این عکس رو در آوردیم و دیدیم مثلا امضا این فلان، نشون همه بچه معلم میدادیم که مثلا این دوست برادر ما هست. بعدن که باش اومدم هم بازی شدم، هم اتاق شدم باشه، این خیلی بعضی موقع آدم آرزوهای تو زندگیش میکنه، بعد از چند سال یه دفعه میبینه واقعا تحقق پیدا کرد. آره من تیم ملی اومدم، مثلا من خیلی هم جوان بودم، ولی با آقای عابدزاده، با آقای خاکپور اینا هم اتاق بودم توی مجموعه انقلاب که بودیم، هنوز هتل ها نبود و نمیدونم اتاقای دو نفره نبود اینا، مثلا هر 5-6 نفر توی یه اتاق بودن. مثلا یادم مثلا با عابدزاده و خاکپور اینا هم اتاق بودم، کسی که مثلا تو دوران بچگی شما عکسش رو میدیدی، مثلا آقای فرشاد پیوس مثلا من خیلی دوست داشتم تو تیم پرسپولیس، ناصر محمدخانی، چون خودم همیشه دوست داشتم فوروارد باشم، گل بزنم، فوروارد رو خیلی دوست داشتم. بعدا اومدم با همه اینا هم بازی شدم و مثلا با هم سفرهای مختلف رفتیم بازی کردیم. عرض کنم خدمتت که ما یک لوحی رو از برنامه خودمون می‌خوایم بهتون تقدیم بکنیم، و این لوح رو بابت اینکه شما به این برنامه اومدین و این برنامه خیلی داره تلاش میکنه که حال خوب به تماشاچی خودش منتقل کنه و به همه یادآوری کنه که لبخند بزنن. خیلی هم ممنونیم ازت، خیلی گفتگوی لذت بخش و شب خیلی خوشایندی شد. دوست دارم. خیلی خوشحال شدم. پدر منم مخلصم، پدر منم خیلی پرسپولیسیه و الان داره کیف میکنه شما رو نگاه میکنه. بله. اینم تقدیم به پدر. عرض کنم خدمتتون که تقدیمتون میکنیم، یه هدیه هم از ایتالفوم تقدیمتون میکنیم، منتها قبلش شما زحمت بکشید 5 ثانیه لبخند به تماشاچی در منزل بزنید، تماشاچی لبخند شما رو امتیاز میده و آخر هفته، چون هر شب برنامه داریم، آخر هفته جمع میزنیم ببینیم بالاترین امتیاز لبخند رو کی آورده، بهش یه تندیس میدیم. چند دقیقه برمودی؟ 5 ثانیه. 5 ثانیه؟ آره؟ 5 دقیقه. فکر کن. 5 ثانیه. بله چه؟ آره چشت چشت. خیلی شما خیلی آقا هستین، شما خیلی من قربون شما میرم، اینم تقدیم به شما. خیلی ممنون، مخلصم، قربون شما. لطف کنین هر دفعه دیدین یه لبخند هم به ما بزنین، مخلصین، به برنامه منتقل میشه به ما. ایتال فرم هم تقدیم شما. خیلی مخلص، خیلی ممنون، خیلی ممنون. خیلی خوش گذشت، شاد باشین. Ha 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 ha